باز هم به صبح و زندگی خوش آمدین. ادامه برنامه ما را از شبکه جهانی آریانا به طور زنده بیننده هستین. تشکر میکنم از همراهی هم شما هموطنان عزیز ما از اینکه تا این لحظه با ما بودین و بخش های مختلف از برنامه ما را پسندیدین. قسمی که در شروع ساعت اول هم بر شما عزیزان وعده کرده بودیم که امروز قرار است رئیس ناحیه دهم شهر کابل را با خود داشته باشیم، آقای سیلاب وزیری را خوشبختانه به وعده خود وفا کردیم و اونا را امروز در برنامه با خود داریم و قرار است که در مورد کارکردهای ناحیه دهم شهر کابل صحبت بکنن و ای که بیشتر مردم ما در ناحیه شهر کابل از چی مشکلات رنج میبرن، شکایت اصلیشان در چی هست، بعضن رابندی هایی که در ناحیه دهم صورت میگیره، سنگ های سمنتی که گذاشته شده چقدر مشکلات را به مردم ما ایجاد کرده، تمام این موارد را میخواییم همراهشان صحبت بکنیم. بسیار خوش آمدین، صحبتان بخیر. سلامت باشین. خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه صبح و زندگی با خود داریم. در ابتدا خوب است که در رابطه با کارکردهای اخیر ناحیه دهم شهر کابل صحبت بکنین که چه خدمات را ناحیه دهم شهر کابل بر مردم انجام داده. سلام احترام تاسو است در این تلویزیون گران اوریدونکو ته. لسمه نایه د کابل د شهر یو مرکزی نایه ده چې تقریبا په حدود 25 تر 30 فیصد د پلانی ساحه ده او اویا تر 15 اویا پرې په دې حدودو کې د غیر پلانی ساحه ده. په پلانی ساحاتو کې موږ مشکلات کم لرو، چون هغوی سرکونه جوړ دي، هلته د منظم پروګرامونه سته، مګر زموږ اساسي مشکلات په غیر پلانی ساحو کې دي چې هلته چون پلان تطبیق سوی نه دی او هلته د سړکو مشکل سته، د اوبو مشکل لري، خلک مثلا د کوڅو د پخولو مشکل لري او نور ډېر نور داسې د مکتبونو سټنډر مکتبونه هلته وجود نه لري، کلینیکونه وجود نه لري، پارکونه هغه چې منظم اوسي پارکو ته خلک دسترسي نه لري. نو دغه یعنی په دوه بخشه موږ لسمه نایه تقسیم وایسو. میم سر از ای که دنایی ده هم کارهای زیاد صورت گرفته. بسیار خوب. ما توانستیم که مثلا تقریبا ساحات غیر پلانی که سالهای گذشته که یعنی یک سرک پخته و یک بلست هم نداشت، کوچهاش پخته نبود، به حدود تقریبا بیشتر از 70% تقریبا این کار پیش رفت شد. بسیار خوب. در بخش که یعنی ما نایی دهم نامگذاری مکمل نایی دهم صورت گرفت، مکمل سرکا نامگذاری شده. نامگذاری شده و هفته آینده انشالله ما شما شاید افتتای عملی ازی قرارداد به سپرده شده که در کوچه ها ما در سرکا لوها را نصب میکنیم. بله. در کوچه ها در سر خانه نمبرها زده میشه، یعنی تمام نایی ده نامگذاری شده و تمام خانه بعد از یک نماریم هم کوچه یک شماره مشخص داشته می باشه، هم خانه یک شماره مشخص داشته می باشه، تا که دوستای ما کسایی که میان میخواین که کس را پیدا کنن مشخص هم نمبر میرن مستقیم پیدا میکنن. خوشبختانه کار شد. گذرای استاندارد که سابق نایه مثلا ما گذرای استاندارد نداشتیم، مثلا یک گذر به حدود 100 خانه بود، یک گذر هم 1000 خانه یا 2000 خانه بود. ما تانستیم که مثلا در این سال گذرای استاندارد ایجاد کنیم که بین 1000 تا 1250 خانه یک گذر استاندارد است که نایی دوم بر 25 گذر استاندارد تقسیم شد. بله، از شماره گذاری خانه ها گفتین مکمل تکمیل شده ناحیه دهم، تمامی خانه ها نمره گذاری شده ای که یک فرد که بخواد آدرس مشخص پیدا بکنه از نمبر خانه یک فرد میتونه که پیدا بکنه. دقیق است، پروسه تکمیل شد. نایی ده تقریبا بیشتر از 30000 خانه است که تمام از این خانه نامگذاری شد، کوچاش نامگذاری شد، سرکا نامگذاری شد، پروژه ازی به تدارکات رفت و از تدارکات یک شرکت مشخصی رو برنده شده. ما کار عملی شفتی آینده بخیر کار عملی ازی در نایده شروع میشه که شاید به حدود 6 ماه یا زیادتر کم زیاد این پروژه در بر بگیره که تا نایده را ما مکمل، بعد ازی که مثلا یک کس اگر از مسافری که از یک جای میه یا از یک نایی دیگه دوسترست کس میه، شما میتونید مشخص شماری خانه و شماری کوچه را برش بتین، اگه تکسی باشه، اگه خود شخص باشه، بسیار با آسانی میتونه که نظر به نمبرینگ که از وجود داره بیا مشخص را پیدا کنه و سرگردان نشه که از کس پرسان که از کس پرسان کنه. خیلی خوب. کار دقیق آغازی پروژه چی زمان خواد بود؟ آغازی پروژه هفته آینده بخیر ما افتتاح میکنیم این پروژه را و شما مطبوعات و انشالله دوستا شاهد از این خواد بودن که خودش یک دستاور بسیار بزرگ است که بعدا همین سیستم به طرف جی پی اس میره
که یعنی وقت پروسه بعدی است که باز درنده ها مثلا اگر سیستم جی پی اس در افغانستان فعال شود شما میتونید که مثلا شماره خانه را بتین و شماره کوچه را بتین مستقیم شما میتونید توسط جی پی اس موتر مستقیم مثل که در کشورهای دیگه جهان هستن تاکسی ها را اوردر میتن مثلا از طریق موبایل خود که در فلان کوچه یا در فلان خانه موتر باید به باز اون طریق موتر خودش آدرس پیدا میکنه و براحتی می این کار شما که در ناحیه دهم شهر کابل انجام دادین در سایر ناحیه های شهر کابل هم تطبیق شده و یا آغاز کار شما انجام داده؟ نه تقریبا در چندین نواحی کار آغاز شد که یکی نواحی اول است نواحی دوم است و در چند نواحی نواحی مرکزی شهر کابل کار آغاز شده دیگه پروسه به نواحی اول یا جریان داره در نواحی ما هفته آینده به خیر رفتار میکنیم دیگه آیستا آیستا انشالله که ای ابدن نواحی را در بر خواد گرفت نواحی مرکزی کل نواحی که هستن تمام شهر کابل بالاخره نامگذاری خواست شد و ای یک خوشبختی خوب است به مردم شهر کابل که راحت‌تر بتونن با آدرسایی که میخواین برن پیدا کنن. بسیار خوب. اکثریت هموطنان ما که در ناحیه دهم شهر کابل زندگی میکنن بیشترشان از رابندی‌های زیاد شکایت دارن که در ناحیه دهم شهر کابل بیشتر رابندی‌ها دیده میشه و اکثریتشان هم میگن که وجود دیوارهای بلند سمنتی سبب ایجاد رابندی شده. در این مورد شما کدام اقدامات را خاص را انجام دادین تا به حال؟ در ناحیه دهم تقریبا شما پارسال شاهد ازی بودین که یک پروسه شاروالی کابل برداشتن موانع سیمیتی را آغاز کرده بود که در پروسه مسئولیتم پروسه به دست خودم بود از طرف شاروالی کابل که رهبری شاروالی به من سپرده بود و پروسه را ما تانستیم تقریبا 3830 دیواله سیمیتی را از سرکای عمومی و از کوچه ها برداریم مگر متاسفانه که وضعیت امنیتی که در کشور بسیار خراب است و مشکلات امنیتی بسیار زیاد است تعدیدات زیاد است بالاخره مشوره به امرای وزیر صاحب داخلی وقت و مقامات امنیتی که بودن که ما جلسه داشتیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که پروسه را ما تا اگر استاد کردیم چون تعدیدات امنیتی زیاد است اگر تعدیدات امنیتی از این کشور دور شود یک صلح و امنیت در کشور بیاید فکر کنم هیچ کس خوش نداره که خانه مقبول زیبایش و سرسبزی که بشری خانهش داره به جایی که به مردم نمایش شوره بته به مردم نشان بته که من خانه زیبا دارم من یک جای زیبا دارم او را توسط دیوالای بدرنگ ای را پت کنه یعنی تعدیدات امنیتی است که نمی شهر ما شما را بدرنگ ساخته مقبولیش از بین برده و با واقعیت هم کل مردم از می رنج میبره یعنی یک وضعیت شهر کابل یعنی به شهر نمیمونه هر چی که شاروالی در شهر به زیبایی شهر به سرسبزی کوشش میکنه سرکا را جور کنه کوچه را جور میکنه بالاخره باز این بند میشه بسته میشه و این هم دلیلش اونم است که متعددات امنیتی است که متاسفانه باز ما در مقابل شاروالی عاجز میمانه و دلیل مشخص گفته نمیتونه آرزومند هستیم که تهدیدات امنیتی کاهش پیدا بکنه و به کلی از بین بره تا اینکه هموطنان عزیز ما بتونن در فضای کاملا صلح و امنیت زندگی بکنن از فضای سبز هم شما یادآوری کردین ناحیه دهم شهر کابل یکی از نواحی است که بیشتر آپارتمان های بلند ساخته شده و کمتر به سرسبزی و فضای سبز توجه شده در این قسمت هم شما کدام اقدامات خاص را اخیرا انجام دادین؟ بر سرسبزی پارسال ما تقریبا بیشتر از 5000 نهالی که غرس کردیم در منطقه قلعه فتلا یک پارک به نام وزیر آباد بود او پارک که یک جای بسیار خرابی بود که بعد اشخاص میخواست که او را غصب کنه مگر اونجا ما هم پارک را ایجاد کردیم تپه وزیر اکبر خان سرمایه گذاری جریان داره سرش یک پروژه بسیار بزرگ است که این پارک به سیستم یک مدرن به سیستم عصری جور شوه بسیار که مردم ما از این پارک به فامیلا و جوانا بتون از این استفاده کنن امسال هم خوشبختانه ما یک در شاروالی کابل امید است که یک رئیس جدید به اسم رئیس سرسبزی شاروالی کابل که بسیار کل کابل سرسبزی و مسئولیت دارن کار میکنن یک جوان بسیار شاید بیا استخدام شوه که یک خوشبختی و امید بر نوایی شهر کابل است که هم مشکلاتی که سابق در بخش سرسبزی که وجود داشت که مثلا به وقت شهو داده نمیشد دوال شوه یک کار دیگری که تقریبا ما
چند وقت پیش انجام دادیم و انشالله که شاید افتتاحش ایر مفتی آینده هستیم، سرک میدان هوایی بوده که یک سرک بین‌المللی ما شما از تمام مقامات بزرگ دیپلماتیک کشورهای خارجی و داخلی از این سرک عبور و مرور میکنن. امی سرسبزی از این سرک بود یه توسط تانکرها ما آبیاری میشد که یک سیستم بسیار خراب بود که تانکرها با وقت نمی آمد و ما رسیدگی درست کردن نمی تونستیم به درخت ها و سبزه ای که اونجا بود. شاید شما هم دیده باشید سبزه اگان و خشک شده بود، گلام خشک شده بود. ما امسال تونستیم امرای ابیتات، تیم ابیتات کار کردیم، یک پروژه را از وا گرفتم که چهار دانه تقریبا چاهای اینجا زده میشه، بیشتر از 100 متر عمقشان است و تمام از این پایپ دوانی شد. بسیار. پایپ دوانی کردیم، یعنی بعد از این در سرک میدان هوایی در بخش سرسبزی ما ضرورت به تانکر نداریم. بله، پس بدون تانکر سیستم آبیاری است، مشخص آبیاری استاندارد جور میکنیم که انشالله که بعد از این سرک میدان هوایی هم سبزیش امسال خوب می باشم، گلکاریش خوب می باشم. واقعا خیلی عالی، کارکردهای اخیرتان واقعا قابل تقدیر هست. و یکی از سوالاتی که می خوام بپرسم از شما و بیشتر هموطنان ما هم، کسایی که بخصوص در ناحیه دهم شهر کابل زندگی می کنن، بهشون سوال است که ما چطور می تونیم مشکلات خود را به ناحیه دهم شهر کابل برسانیم و انتقال بدیم. آیا کدام شماره تماس مشخص و یا هم آدرس مشخص است که از این طریق هموطنان ما بتونن که مشکلات خود را به شما انتقال دقیق است؟ همشهریان ما حق دارن که مشکلشان باید یا یک جای یک مشکل میبینن باید با امرای ما در تماس شون و این بسیار خوب است. ما خوش میشیم دایی که بخاطر از اینکه نایی در یک نایی بسیار بزرگ است و خودم شخصا نمیتونم که 24 ساعت هم در دفتر کار میباشم، در بیرون باشم و مشکلات بفهمم و مشکلات برش رسیدگی شون. چهار بخش ما از چهار طریق میتونن مردم امرای ما در تماس شون. یک شماره 155 شاروالی کابل است که مربوط به ریاست آگاهی عامه شاروالی کابل میشه. از این طریق میتونن که شکایت خود در مرکز در ریاست آگاهی درج کنن و بر ما امرای ما تماس میشن. بخش دوم ازی است که ما مستقیم میتونه در نایب پیش خودم بیا، در دفترم دروازه همیشه باز است، ما کسی تو نیست که منتظر باشه که ما ملاقات میکنیم. مستقیم میتونن بیان پیش خودم. در نایه آدرسش معلوم است، شارنه و دفتر ریاست نایه دستن و اگر مستقیم یک شکایت را میخواییم به ما درج نکنن، اونجا من صندوق شکایت دارم، میشه در صندوق شکایت درج کنن. بسیار. دو بخش دیگه را که میتونن که مردم امرای ما تماس بگیره، یکی میت ما به خود ما صفحه فیسبوک به نام ریاست نایه دهم شاروالی کابل داریم. بسیار. که از طریق فیسبوک میتونن صفحه ما را پیدا کنن، ریاست نایه دهم را پیدا کنن در فیسبوک و اونجا مسیج بر ما بگذارن و شکایت خود درج کنند، اگر کدام مشکل می باشه عکسایش بگیرن بر ما روان کنند. تشکر. و در آخر میتونن شماره تلفن ما رو داشته باشن. میشه شماره تلفن تون رو بگین که هم ما همین لحظه یاد داشت بکنم. شماره تلفن ما 0700 15 49 48 است. 0700 15 49 48 شماره تلفن واسه مستقیم میشم برای مدد تماس. سلامت باشین. یک جهان از شما تشکر. آقای سیلاب وزیری رئیس ناحیه دهم شهر کابل، از اینکه امروز در برنامه صبح و زندگی تشریف آوردین و در رابطه با مشکلات مردم همراه ما بینندا صحبت کردین. وقت خوش براتون. سلامت باشین. از شما هم تشکر میکنم بینندای نهایت عزیز و مهربان. وقفه بسیار کوتاه میگیریم، در ادامه هم تازه های از دنیای سینما، تازه های از دنیای ورزش را فراموش نکنین با نظریات نیک که شما از طریق صفحه فیسبوک صبح. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین.